اعتراف اجباری و اتهامات جنسی، این شیوه کهنه مشروعیت کدام را زیر سوال می‌برد؟ بازداشتی یا خود حکومت؟ دردسرهای طولانی ترین تعطیلی دولت برای آمریکایی‌ها، کفگیر خیلی ها دارد به ته دیگ می‌رسد. اولین بار چه نفر یکی که صورتی بودم. و موزه اینستاگرام در شهر کل جایی برای عاشقان سلفی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. توسل به شکنجه روانی، خصوصاً از راه وارد کردن اتهام‌های جنسی، موضوعی است که حکومت ایران بارها به اون متهم شده، به خصوص نسبت دادن چنین اتهام‌هایی به زنانی که منتقد یا مخالف حکومت بودند و سر و کار آنها به ارگان‌های امنیتی حکومت افتاده. مریم افشنگ گزارشی تهیه کرده از مواردی که نهادهای امنیتی زندانیان را تحت فشار می‌گذارند که به روابط جنسی اقرار کنند. بخشی از فیلم تلویزیونی طراحی سوخته که گزارشی است از چند فیلم و اوراق بازجویی شماری از دستگیر شدگان اعتراضات کارگری در اهواز و نیشکر هفت تپه. من توی سه روزی که توی تجمعات حضور داشتم، فیلم و عکس تهیه می‌کردم. فیلم عکسایی که تهیه می‌کردم، مستنداتی که تهیه می‌کردم رو از طریق تلگرام به دو تا از دوستانم به اسم شیرین نجفی، خبرنگار آمد نیوز که آمد نیوزی رسانه برانداز هست و هدفش و هدف از رسانه، هدفی که دنبال می‌کنه براندازی هست، می‌فرستادم. شیرین در حال حاضر ساکن ترکیه است. تمام پس از پخش این مستند، سپیده قلیان بار دیگر دستگیر شد. در این ویدیو که به دست بی بی سی رسیده، خانم قلیان از شرایط بازجوییش میگوید. آقای صادقی نامی اونجا اومد، منو تهدید جانی کرد، گفتش که اگر اینجا صحبت نکنی برادرت رو میارم اینجا، چون میدونم خانواده سنتی دارین، اینجا سرت رو میبره، ما میتونیم راحت یه کاری کنیم که همینجا سرت رو ببره و به کرده و نکرده خودت اعتراف کنی. بعد هم فحاشی جنسی خیلی بدی به من کرد، تهمت‌های ناروایی به من زد در حضور دادستان، حتی دادستان شعبه اول دادیاری شوش، اونجا خیلی خیلی تهمت‌های بدی به من زدن. بعد هم پیش قاضی کشیک رفتیم و تفهیم اتهام شدیم. منتقدان حکومت میگویند تفتیش در زندگی خصوصی و مجبور کردن افراد به اقرار به داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب از شیوه‌های رایج در بازجویی زندانیان در ایران شده، روشی برای فشار به زندانی تا به اعترافات کتبی و تلویزیونی تن دهد. این فیلمی است از بازجویی‌های همسر سعید امامی از ماموران بلندپایه وزارت اطلاعات. تو مسئله جنسی هم تو زنش بودی؟ ها؟ تو زن اون بودی؟ آقا چیلی بچه ها رو نمیریم اینجا بشونی؟ اصلا بیریم اون اتاق دور بیری بذاری؟ بچه ها رو بیریم دونه دونه رابطه ها شروع باید بگن زیاد شدن دید تو اتاق بکنش. نمونه دیگر هنگام شهیدی فعال سیاسی است. او در جریان انتخابات جنجال برانگیز سال 88 بازداشت شد. بعدها محمد مصطفایی وکیل خانم شهیدی در مطلبی با عنوان ناگفته‌های از پرونده هنگام شهیدی نوشت: بازجویان وارد حیطه زندگی شخصی هنگام شهیدی شده و به اجبار از او می‌خواستند که بگوید با فلان مرد و فلان کس ارتباط نامشروعی دارد، تا از این طریق بتوانند دیگر یاران کروبی و موسوی را به زانو درآورند. حتی محمد خاتمی رئیس جمهوری را در پرونده دخیل کرده و میگفتند باید بگوید که با او هم رابطه داشته است. هنگام شهیدی در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران در گزارش جنایت بی‌عقوبت میگوید: اگر مردی به دروغ اعتراف کند که با زنی رابطه داشته، خیلی راحت میتواند ادعا کند که آن زن را صیغه کرده بود. اما اگر زنی را به همخوابگی با مردان سیاسی متهم کنند، او برای دفاع از حیثیت خود در جامعه و حتی پیش بازجو محکم می‌ایستد که دروغ است. چرا که اگر ذره از اصول خود عدول کند، معلوم نیست پس از آن که از آن خراب شده بیرون می آید، چیزی به نام ناموس و حیثیت در جامعه و فضای سیاسی برایش باقی می گذارند یا نه. مائده حجبری و الناز قاسمی هیچ کدام اهل سیاست نبودند و تنها علاقه داشتند فیلم های رقصشان را در اینستاگرام منتشر کنند. همین دردسر بزرگی شد و در آخر به نمونه دیگری از اعترافات تلویزیونی ختم شد. خونه مادرم به کانادا. از کجا تنها زندگی می‌کنی؟ در اینجا تنهایی امرار معاش می‌کردی؟ خرج مامانم به پول می‌ده. من 4 سال نامزد کردم، یعنی
مثلا سال یک دو ما میومدم ایران واسه کار واسه نام زدم. اگر اصلا اینجا کاری دارم نه نامزد هست؟ بله ولی اون اصلا نمیتونه من اینجا بریم. نامزد میدونسته که مثلا از خود ویدیو میگیری میذاری تو اینستاگرام ولی که مشکل نداره. فعالان حقوق بشر میگویند اجبار به اعتراف درباره روابط جنسی تنها مختص زنان نیست و به یک نهاد امنیتی هم محدود نمی‌شود. آنها میگویند شواهدی هست که همه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و پلیس امنیت از همین شیوه استفاده می‌کنند. قلم و کاغذ را دست زندانی می‌دهند و با فشار از او می‌خواهند که روابطی که از نظر بازجو نامشروع است را شرح بدهد. یا در مقابل دوربین اقرار کند. گاهی حتی بیشتر فشار می‌آورند تا زندانی به جزئیات روابط جنسیش هم اقرار کند. روشی که نه تنها آثار روانی و اجتماعی آن تا سالها با زندانی می‌ماند که می‌تواند زندگی خصوصی، حرفه‌ای و یا سیاسی او را برای همیشه بی‌اعتبار کند. مریم افشنگ، بی بی سی. دولت آمریکا بیش از یک ماه است که تعطیل شده. اختلاف نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری با رهبران حزب دموکرات در کنگره سبب شده تا بودجه تصویب نشود و بخش‌هایی از دولت تعطیل شود. اختلاف آنها سر کشیدن دیواری در مرز آمریکا و مکزیک است. سام فرزانه در گزارشش نگاهی انداخته به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در ایالات متحده آمریکا. صفی از کارمندان دولت که برای غذای رایگان پشت هم قطار شدند. آنها یک ماه است که حقوق نگرفته و از پسنداز می‌خورند. اونا هیچ پولی نمی‌گیرن. بعضیشون همچنان باید برن سر کار و همه‌شون باید همچنان اجاره یا قسط خونه‌شون رو بدن و غذای خانواده‌شون رو تأمین کنن. ما این آشپزخونه رو برای کمک به اونا راه انداختیم که بتونیم یه وعده غذا گرم بهشون بدیم. این خیریه پخت و پز برای سیل زده‌ها، زلزله زده ها و طوفان زده های ایالات متحده و کشورهای دیگر قاره آمریکا را در سابقه اش دارد. این مسئله یکم متفاوته. بلای طبیعی نیست، بلای دست ساخته بشره و همونقدر مردم تحت تاثیر قرار داده. در نظر ما اینا آدمایی هستن که به غذا احتیاج دارن. صفی دیگر این بار پشت در اتاق رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا. شکایت آوردند که پولی برای پرداخت قبضهایشان ندارند، نه برای برق، نه برای آب، نه برای بیمه اتومبیل، نه اجاره خانه و نه هیچ چیز دیگر. میخواهند سر کارهایشان بازگردند. من هیچ چیزی ندارم. باید بدونم کی دولت باز میشه، برای اینکه دارن از خونه بیرونم میکنن. تعطیلی دولت فقط پایتخت نشینان را تحت تاثیر قرار نداده. دیگر کسی از پارک‌های ملی در سراسر کشور محافظت نمی‌کند، مثل این یکی در ایالت کالیفرنیا. طنزآمیزه که کالیفرنیا یک دور دیگه هم از این تعطیلی صدمه دیده. مرزبانان در مرزهای جنوبی ما حقوق نمی‌گیرند و این دقیقاً در کار کسانی خدشه وارد کرده که در خط مقدم هستند، جایی که آقای ترامپ می‌خواد دیوار مرزیش رو بکشه. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی خودش روی ورود غیرقانونی مهاجران بسیار تاکید داشت و نمادی رو که در نظر گرفته بود در مرزهای جنوبیش تأسیس یک دیواری بود که مهاجران غیرقانونی نتونن از مرزهای مکزیک وارد آمریکا بشن. نکته اول. نکته دوم این که اساساً در طول تاریخ آمریکا حداقل از سال 1980 به بعد که بحث تعطیلی دولت مطرح شده، وعده‌های انتخاباتی کاندیداها یکی از مهمترین مسائلی بود که باعث می‌شد تعطیلی در دولت آمریکا اتفاق بیفته و اینم چیز عجیبی نیست. We will build a great wall along the southern border. آقای ترامپ در انتخابات سال 2016 به رای دهندگان وعده داده بود که پول دیوار مرزی را مکزیک خواهد پرداخت. And Mexico will pay for the wall. او حالا برای گرفتن پول ساخت این دیوار از کنگره آمریکا با مشکل روبرو شده. دموکرات‌ها که از ابتدای این سال میلادی اکثریت را در یکی از دو مجلس کنگره به دست گرفتند، حاضر نشدند که 5 میلیارد و 700 میلیون دلار درخواستی آقای ترامپ برای ساخت دیوار را بپردازند و همین منجر شده که آمریکایی‌ها طولانی ترین تعطیلی دولتشان را شاهد باشند. برنده اون گروهیه که افکار عمومی باهاش بیشتر همراهه.
یعنی سرزنش رو نسبت به طرف مقابل میدونه برای تعطیلی دولت، و الان سرزنش بیشتر طرف آقای ترامپ هست، یعنی بیشتر ایشون مورد سرزنش قرار میگیره. اما از منظر دیگه، یعنی از منظر طرفداران آقای ترامپ، اونایی که همیشه بهش وفادار بودن و بهش رأی دادن در میان جمهوری خان، اینکه رئیس جمهور تونسته بر وعده‌های انتخاباتیش تمرکز بکنه و بارها بارها اونها رو بگه که من برای وعده‌های انتخاباتیم پایبند هستم، خب این برای آقای ترامپ از توی گروه هوادارانش یه پیروزی بزن. Honestly, the loser in all of this are the American people. راستش رو بخواید بازنده اصلی مردم آمریکا هستن و 100,000 کارمند دولت که بدون حقوق موندن. بعد از اینکه این مشکل حل بشه، ما باید درباره هزاران خانواده صحبت کنیم که با صدمات روانی وارد شده بهشون باید بجنگن. سوای اینها در جنبه سیاسی هم اگر دموکرات‌ها بتونن تاب بیارن و اون چیزی رو که ترامپ میخواد بهش ندن، بهشون در انتخابات ریاست جمهوری 2020 کمک میکنه. Go for what Trump wants, they're going to see that it's going to help them in the 2020 presidential election. شروع دومین ماه از تعطیلی دولت آمریکا همزمان است با اعلام نامزدی عده‌ای از دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020. رقبایی که برخلاف آقای ترامپ وعده‌ای برای بستن درها نمی‌دهند. برای همین رئیس جمهوری باید سعی کند با دادن کمترین امتیاز به رقبایی از این دست، گره کور تعطیلی دولت را باز کند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. در دو سالی که از ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد، کابینه او شاهد تغییرات کم نظیر و از جهاتی رکورد شکن بوده. تغییراتی که چه در قالب کنارگیری و استعفا و چه به شکل اخراج و برکناری از همان نخستین روزهای دولت ترامپ شروع شده و تا همین اواخر هم ادامه داشته. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن نگاهی کرده به استعفاها و اخراج‌های کابینه دونالد ترامپ که به خصوص در حوزه سیاست خارجی تاثیرگذار بوده. برای دونالد ترامپ چند ماه از آغاز دولتش طول کشید که با سیر گرفتن رأی اعتماد سنا برای گزینه‌های پیشنهادیش در کابینه، بالاخره نخستین جلسه کابینه کاملش را برگزار کند. جلسه‌ای که در آن هر یک از اعضای کابینه با تمجید و تحسین دونالد ترامپ از اینکه عضو چنین دولتی هستند قدردانی کردند. اما خیلی از حاضران در این اتاق حالا در آغاز سومین سال ریاست جمهوری آقای ترامپ با او همراه نیستند. آنها یا با استعفا یا با اخراج یا چیزی بین این دو از دولت کنار گذاشته شدند. این میزان تغییرات کابینه و مقام‌های کلیدی در دولت آمریکا ظرف دو سال نخست یک رئیس جمهور در دوره معاصر بی سابقه تلقی شده. تغییراتی که دامنگیر وزارتخانه‌ها و بخش‌های متنوعی بوده، ولی به خصوص در حوزه سیاست خارجی و نظامی آمریکا بارز بوده. کمتر از یک سال پیش بالاخره اختلاف‌های رئیس جمهور با وزیر خارجه‌اش به سطحی رسید که او را اخراج کرد. دونالد ترامپ در توییتر اعلام کرد که رکس تیلرسون را کنار گذاشته و رئیس وقت سیا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی مایک پومپئو را برای این سمت در نظر گرفته. تغییری که خودش گفت از جمله بابت اختلاف نظرها بر سر ایران و توافق هسته‌ای بوده است. تغییری به نفع تندتر شدن لحن مقام‌های واشنگتن علیه تهران. در آخرین روزهای سال دوم ریاست جمهوری ترامپ هم معلوم شد جیمز ماتیس وزیر دفاع دارد کابینه را ترک می‌کند. اختلاف رئیس جمهور با یک وزیر کلیدی این بار بر سر سیاست جدیدش درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش حضور آنها در افغانستان. سیاستی که هنوز هم دیگر مقام‌های آمریکایی در تلاشند برای همپیمانانشان توضیح دهند و نگرانی‌هایشان را رفع کنند. در این دو سال دونالد ترامپ سه مشاور امنیت ملی مختلف داشته است. سمتی کلیدی و محوری در تعیین راهبرد سیاست خارجی و نظامی کاخ سفید. ابتدا کار را با مایک فلین سپهبد بازنشسته آغاز کردند، اما فقط سه هفته بعد او ناچار شد بابت اتهام دروغ گفتن درباره تماس‌هایش با مقام‌های روسیه از این سمت کناره‌گیری کند. بعد از چند روز هربرت مک‌مستر جایگزین او شد، یک چهره نظامی دیگر که حدود یک سال در این سمت دوام آورد. جایش را به جان بولتون داد، چهره خبرسازی که تا چند ماه پیشش گله داشت که او را به کاخ سفید راه نمی‌دهند و به همین خاطر در یادداشت‌هایی که چاپ می‌کرد به دونالد ترامپ راهبرد پیشنهاد می‌داد، با سابقه ای پرپیمان در موضع‌گیری‌های تند علیه حکومت ایران. تغییرات در حلقه چهره‌های سیاست خارجی آمریکا دامن نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل را هم گرفت. چهره‌ای خیلی فعال که حالا گمان برده می‌شود با کنار رفتنش از این سمت نقش این جایگاه در سیاست خارجی دولت کمتر شود.
در این دو سال دونالد ترامپ دوبار هم رئیس دفترش را عوض کرده است. از راینوس پریبوس، چهره با نفوذ در تشکیلات حزبی جمهوری‌خواهان، رسید به جان کلی، ژنرال بازنشسته نظامی که اول در این دولت وزیر امنیت داخلی بود ولی برای بیش از یک سال رتق و فتخ امور کاخ سفید به عهده‌اش گذاشته شد. بعد از ماه‌ها گمانه‌زنی درباره تیره شدن روابط او با رئیس جمهور، خود دونالد ترامپ اعلام کرد که او از این سمت کنار می‌رود. حدود یک سال پیش باب کورکر، چهره برجسته جمهوری‌خواه و همحزبی رئیس جمهور که آن زمان رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود، گفته بود سه نفر در کابینه دونالد ترامپ آمریکا را از آشوب دور نگه داشتند: رکس تیلرسون، جیمز ماتیس و جان کلی. حالا هیچ یک از این سه دیگر در دولت نیستند. تغییرات متعدد در دو سال دولتداری ترامپ به سمت یک صدا شدن اعضای دولت با خود او. به کام خیلی هواداران رئیس جمهوری که اصلاً با شعار خشکاندن مرداب واشنگتن به قدرت رسید و مایه نگرانی مخالفانش که چنین دستاندازهایی را خلاف منافع آمریکا می‌بینند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. 30 سال پیش در ناحیه حصار تاجیکستان زمین لرزه شدیدی رخ داد. صدها خانه خراب و بیش از 200 نفر کشته شدند. تنها کسی که او را از زیر آوار زنده پیدا کردند کودکی 6 روزه بود. در 30مین سالگرد آن زلزله خبرنگارمان سهراب ضیا به دیدن آن کودک رفته که حالا خودش مادر 3 فرزند است. زمان اینجا محلی مسکونی بود که حالا گوریستانی دست جمعی قربانیانی زمین لرزه شده. 23 ژانویه سال 1989 ساعت 5:02 صبح زمین لرزه شدید شهرک شراره و روستاهای اطراف آن را در ناحیه حصار تکان داد. در اثر این زمین لرزه تپه کنار شهرک بالای واحدهای مسکونی سرازیر شد و جان 226 ساکنی شهرکی شراره و روستای آقلی بالا را گرفت. اینجا شهرکی شراره است، یکی از محلات آسیب دیده از زمین لرزه 30 سال پیش در حصار. در اثر آن زمین لرزه تنها در شهرکی شراره 27 خانه زیر آب و لای و گل ماند و نزدیک 100 نفر از ساکنانش کشته شدند. آن روز طفلی 6 روزه را در اینجا از زیر آوار نجات دادند که اکنون او به نمادی زمین لرزه 30 سال پیش در این منطقه تبدیل شده. اسم آن طفلی 6 روزه را به خاطر نام زادگاهش شراره گذاشتند. شراره را خانواده عمویش به فرزندی گرفت و بزرگ کرد. 10 سال پیش شراره ازدواج کرد و حالا صاحبی 3 دختر است. در زیر این خاک خانه ما بوده است، همون جایی که من تولد شدم. مادر بزرگم سفر ما، مادرم محبت و دایم این فیضعلی می باشد که اون شب اینها در خانه ما مهمان بودند و برادرانم رستم، طلبشا، خواهرم سرویناس که در زمین جنبی اینها را ما از دست داده. پیکری بجانی سیف الله پدر شراره را از زیر آواری خانه اشان پیدا کردند، اما ده ها تنی دیگر در زیر توده خاک باقی ماندند. با پیشنهادی رهبری وقتی مذهبی تاجیکستان، جستجوی قربانیان زمین لرزه متوقف شد. اطراف خانه های زیر خاک و گل مانده را دیوار گرفتند. فاجعه آن روز در سرنوشت شراره نقشی تعیین کننده داشت. مکتب و دانشگاه رفت و متخصصی زبانی آلمانی شد. لیوپولد گوگینبرگر، شهرداری در گذشته کلاگنفورت اتریش که با دوشنبه خواهر شهر است، بعد از وقوع زمین لرزه شراره را به دختر خواندگی پذیرفت. این مرد اتریشی تا در گذشتش در سال 2017 بارها برای دیدن شراره به تاجیکستان آمد. شراره نیز سالهای 1997 و 2006 چند ماهی را در اروپا در کنار پدر و مادری اتریشیش گذراند. 7 سال پیش شهرداری دوشنبه به شراره در پایتخت تاجیکستان خانه اعطا کرد. با این همه شراره مدیون عمویش حبیب الله و خانم اوست. من هیچ وقت خودم را تنها حس نمی کردم. مهر و نوازش پدر و مادر، اکا و خواهر را از آنها دیدم. آنها مدت های زیاد با هم زندگی می کردن با خانومشان،
فرزان نداشتن، پس از گرفتن من با امر خدا با تقدیر صاحبی فرزند شدن. شکرانه خدا حاضر برادر خواهر دارم. هر بار که شراره به دیدن مادر بزرگی پدریش می رود، زخمای دل مادر به یاد پسر نامرادش سیف الله تازه می شود. پسری که در 32 سالگی با همسری جوان و سه فرزندی کوچکش به زیر خاکی سر رفت. تنها نشانه که از پسرش مانده همین شراره است. اینجا 30 سالگرد وقوع زمین لرزه حصار را با برگزاری مراسم در پایه لوح یادگاری قربانیان آن فاجعه گرامی داشتند. مثل شراره صدها تن از بازماندگان آن زمین لرزه تا حالا با یاد عزیزانی از دست رفتهشان زندگی میکنند. سهراب ضیا، بی بی سی، شهرک شراره حصار. بیش از 1 میلیارد نفر در جهان هر ماه از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند. بیشتر از خودشان، غذایشان یا مناظر زیبا عکس می گیرند و به اشتراک می گذارند. روزانه نزدیک به 100 میلیون عکس و ویدیو در اینستاگرام منتشر می شود. اخیراً در شهر کلن آلمان مکانی راه افتاده که به موزه اینستاگرام معروف شده. آنجا اتاق‌های مختلفی درست شده تا سلفی بازها و کسانی که عاشق عکاسی هستند به آرزویشان برسند. بامداد اسماعیلی سری زده به این محل. بیست محل عکاسی در 1200 متر مربع. بازدید کنندگان چند ساعتی وقت دارن که اینجا در بهشت سلفی بازها تا اینجایی که دوربینشون و موبایلشون باتریش اجازه میده عکس بگیرن. اکثرا صدها عکس میگیرند تا چندتایی از آنها را به اشتراک بگذارند. برای اینکه عکس ها با یک لباس گرفته نشوند و متنوع باشند، همه با ساک و چمدان به موزه کندی پاپ آپ میآیند. من هم با چند خانم ایرانی که عاشق اینستاگرام هستند قرار گذاشتم تا به این موزه برم. سارا، آرمیز و سارینا که با مادرش ایتی آمده است. هر کدام با یک چمدان پر از لباس. همه بسیار هیجان زده اند. آنها در ابتدا مانند یک اینفلوئنسر حرفه‌ای خودشان را آماده می کنند. از اونجایی که خیلی عکسای اینستاگرام تکراری شده بود، خیلی دنبال یه محیط جدید بودم و اینجا واقعا انتظارات من رو برآورده کرد. خب وقتشه بریم داخل این بهشت صورتی و ببینیم چه خبره. اولین بار تو نفر یکی که صورتی بودم. سارا، سارینا و پارمیز هر سه دانشجو یا دانش آموز و 20 ساله هستن. اینجا دنیای واسه خودش، میای و توش غرق میشی. اتاقای مختلفی داره که واقعا میتونی به یک دنیای دیگه وارد بشی و میخوایم بریم ببینیم که دیگه اینجا چی داره. عکس بگیر و سریع به اشتراک بگذار. سرگرمی جدید برای جوانان امروزی. به نظر من خیلی مهمه، خیلی هم خوبه که همچین جایی رو درست کردم. به نظر من واسه یه عکس گرفتن و اینا هم خودش یه تنوع توی عکس ها، هم چیزای خیلی جنگلی و خوشگل و اینا، مثلا اینستاگرام خیلی قشنگ میکنه. ایده این موزه از آمریکا برداشته شده و چون در اروپا کمتر مکانی هست که این چنین زرق و برق داشته باشد، استقبال خوبی ازش شده است. با وجود اینکه علاقمندان باید نفری 30 یورو ورودی پرداخت کنند. به گفته مدیر این موزه در ظرف چند ماه گذشته بیش از 20,000 نفر به اینجا آمدند. از شهرهای برمن و هامبورگ در شمال گرفته تا اشتوتگارت در جنوب به اینجا میان. حتی از کشورهای هلند، بلژیک، سوئیس و اتریش. ما در آلمان تنها مکانی هستیم که چنین خدماتی ارائه میدیم. من رقصنده هستم. بعضی وقتا نیاز به عکسای جدید دارم، برای همین اومدم اینجا.
منم همراهیش میکنم و چون نمیخوام الکی منتظر بمونم منم عکس میگیرم. خب وقتشه که ببینیم این خانم های ایرانی در چه حالند. معلوم بود در حال لباس عوض کردن. آخه من عکسش دیده بودم خیلی موهایش متفاوت بود. من هیچ وقت لباس دوبار توی اینستاگرام عکس نمیذارم. پس شما انتظار باید داشته باشید من 10 تا چمدون بیارم. خدا رو شکر که نفر یک چمدان آوردند، وگرنه باید احتمالاً یک هفته اینجا چادر می‌زدیم. اما با این حال فکر کنم امروز برای سارا، سارینا و پارمیز روزی فراموش نشدنی خواهد بود به همراه صدها عکس. روز بسیار عالی بود و دوباره میتونیم به بچگیمون برگردیم. اگر علاقمند هستین به عکاسی، اینستاگرامی هستین، 30 یورو براتون مسئله نیست و 5-6 ساعت هم وقت دارین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم به این سوپاکندی موزیوم بیاین چون واقعا جالبه. مامدر اسماعیلی کاری. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.